سپر. سپر مدیره. بریم. دارم میام ازم. قرار چی بخوریم؟ کامکوات. 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 چی؟ پنج بار بگم. باشه. کامکوات. 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 مدیر بومگردی قدیم خونه است. و خیلی داستان داره. خب و همینجوری قلفتی باید بخوری، پوست کندن نداریم، همینجوری میخوری. بفهم بکه بکه بکه. آها همینجوری قلفتی سفته. اینو میتونم بکنم با اجازت؟ خب اینم یه نوک اینجا بفهم. داره بفهم. یه ذره مونده برسه ولی برو همینجوری قلفتی نه. کامل نه میخوام نصفشو ببینم بقیه چه خبره توش. چه خبره توش؟ یه چیزی شبیه به لیموه ولی این بزاقی شیرینی و ترشی هم غالبش هم ترشه هم شیرین هم ترشه باعث میشه کل دهنت بزاق بشه. و پوستش اصلا اون گاز تلخی نداره، اصلا تلخی نداره، به خاطر این با پوست میخورن اصلا. میشه جون یکی دیگه هم بردار، یکی دیگه هم بردار بلا میستر. باریکلا. خب یه چیزی چی؟ چرا اینقدر خوشمزن؟ همینجوری نجاتش اینطوریه دیگه. اوف برو برو فدات شم نوشه جون. تازه این خوشمزتر بود. یه ذره یه هفته و هفته دیگه کار داره تا کامل برسه. یه چیز دیگه حتی دونه هاش اونقدر تلخ نیست. نه اصلا شیرینه. نه خوشمزه بود. اونقدر تلخ نیست. نوشه جون. سپه برام یه توضیح میدی؟ آره. که این کلبه ها داستانش چنه؟ اینجا من و شریکم خیلی دوست داشتیم که اقامتگاه بومگردی داشته باشیم. تقریبا یک سال گشتیم دنبال خونه قدیمی که بازسازی کنیم فقط. خب اونا قدیمی که پیدا کردیم خیلی یا سر پا نبودن یا جاش بد بوده منظره نداشت. الان اینجا کجا این الان لوکیشنه؟ گیلان، آستانه اشرفیه، شهرستان کیاشهر، روستای لسکوکلایه. قدیم خونه. آفر. بعد خب حالا خیلی خلاصه بگم بده. بعد از یک سال گشت و گذار تصمیم گرفتیم که یه زمین بخریم که توش خونه کوچیکی باشه و اونجوری که می‌خوایم معماری گیلانی رو زنده کنیم. جو که دوست داریم. ایوان اینجایی که خریدیم اون خونه بود. اون خونه کوچیکه بود. خب اونو تقریبا بریم کنارش لطفاً. برو. خودت برو جلو. تقریبا یه بازسازی اساسی کردیم. کفا رو همه رو عوض کردیم. خب بازسازی کردیم. اون ساختمون رو برو که غذاخوری گلاب برو تو اونجا طویله بود. آه چه باحال ایوان. اونا بریم بالای همین ببینیم. اونا بازسازی کردیم. شد این چیزی که الان هست. ایوان. خب این سقفشو سقفو سابق بر این دوتا کار میکردن. یه دونه یا با ساقه برنج سقفو کار میکردن که بهش کلوش میگفتن. خب یا با کاری که ما کردیم بهش گالی میگن. یه علفیه توی مردابا راحت برو رشد میکنه. بیا بیا برو. من میخوام یه رو بیا صحبت کنم. بیا برو عزیزم برنامه عوض شد. یه علفیه که تو مردابا رشد میکنه. خب چقدر چنده؟ من 1.85 هم قد و قواره شما میشه علفه. آها ایول نه میزنن اونجا هست. ما داریم ترمیم میکنیم مقدارش اونجا رو زمین ریخته ترمیم کردیم. آفرین. آها آره 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 دیدم ترمیمش ترمیم میکردیم امسال رو زمین ریخته مقدارش اونها ها میبینی رو زمین ریخته. آره اینا رو تا میکنیم رو هم دیگه میذاریم. یعنی به این ترتیب. آفرین چه باحال. این مقدار خیلی زیادی 99% رطوبت رو اجازه نمیده، یعنی بارون رو اجازه نمیده که نزول داشته باشه. و اون ساختمون رو چجوری زدی؟ اون ساختمون رو مجوزاشو گرفتیم. بزرگترین ساختمون های این مدلی رو بهش پایه‌ای میگن. خب سابق بر این در گذشته چون
گیلان محل سیلاب های فصلی بوده. آها. سیل به این معنی که حالا توی خوزستان و لرستان اومده که نه اونجوری آب بیاد بشوره ببره. سیل به این معنی که آب وای میستاده میبینی؟ آره. فکر کن قبلا که رود سفید رود زهکش هایی درست حسابی نداشته، آب بالاتر از این هم وای میستاده. سه روز بارو میبود آب قشنگ وای میستاده. آره. حوض میشده اینجا میبینی اونجا رو قشنگ وای میستاده. این کارو میکردن که کلا فرار کنن از رطوبت و خیسی. ایوه. اونجوری پایه‌ای درست میکردن. بعدها فهمیدن که برای این نبوده، فهمیدن که استفاده ضد زلزله هم دارد. ایوه. این بزرگترین ساختمون گیلانی با سبک چرخی هم بزنیم توش. این بزرگترین ساختمون الان اتاقا رو اینجا میشه نشونش داد. خاله نیست، مهمونا الان اینجا هنوز چکاپ نشده. این بزرگترین ساختمون گیلانی سبک معماری پایه‌ایه. ایوان بریم پایه‌شو ببینیم. پس گفتی پایه‌هاش از کجا آوردی؟ چند تا ساختمان قدیمی که داشتن خراب میکردن، میخواستن ویلا درست کنن یا هر چیزی، ما براشون خراب کردیم، در ازشون پایه‌ها رو گرفتیم ازشون. ایوان یه مقدارشون رو از کارخونه‌های زغال فروشی گرفتیم. اگه این کار نمیکردیم الان این چوبای با ارزش تبدیل شده بود به زغال قلیون. چه چوبای قدری ایرانی این چوبا؟ بله بله چوبای جنگلی قاعدتاً باید ایرانی باشه. پشتش هم گالی می‌بینیم، گالیه که گفتم پشتش. آها آره اینجا گالیه که سقفو براش. اینا کنار هم می‌چینه یه دسته میشه بعد آها اینا یه دسته بعد این از وسط اوه این از وسط خم میشه. اینجوری میاد این دسته خم میشه. میاد دسته بعدی میاد روش، دسته بعدی روش روش روش. این باعث میشه مقدار خیلی خوبی وقتی ما داشتیم اینجا رو درست میکردیم. خب چوبا مال ساختمون ما نبودن که، درسته؟ چوبا مال ساختمان دیگه ای بودن که بریم بالا تو ساختمان برای ما تراش داده این. نشده بودن چی؟ به خاطر چوب کوتاه بلند بودن. خب به خاطر این بعد ساختمان تراز بشه تو محله اول، یعنی یکی از چپ و راست یکی از جلو عقب، احتیاج به چوب خیلی بلند داشتیم که ساختمان تراز بشه. این چوبایی که می‌بینی چوبای تیره برقی که از اداره برق خریدیم. ایول خیلی هم سخت اومده. خیلی اینا خوبه چوباش. چند میلادی هستی؟ چیزا 1987. ببین اینا همشون پلاک دارن، بعضیشون اون منشون بکن 1975 پلاک خورده رفته تو زمین. اوه. یعنی اون موقعی که پلاک خورده رفته تو زمین اون موقع احتمالا 30 سالش بوده. ایوان ولی با این وجود چقدر هنوز محکمه. آره هنوزم بازم انگاری هر چی ازش میگذره محکم در میشه. بازم همچنان 30-40 سال دیگه ما فکر میکنیم بتونه کار بکنه. ایوان اوه چه گرمه اینجا. آره. چه خوب. آره. چه فضای خوبی و مخصوصا کفش. ایوان و چه ویوی. البته سپر مرسی از اینکه اتاق بالا رو به ما دادی، اونجا خیلی ویوش. نه اینجا هم خیلی خوب. آه هر سفری ما میام اینجا یه اتاق به ما بده متفاوت باش. به خدا هر کدوم یه تجربه داره. صبح دیدم گربه ها رفتن داخل این درخت ها. آره نمیره مثل میمون به خودت. ما دیگه تردی خانمای مسلم پیدا کردیم توی یکی از روستاهای گیلان. خب کارشون حسیر بافی بود. ایوان حسیرهای کف رو دادیم، چند صد متر مربع حسیر بافتن رو کف. این کار ارزنده صنایع دستی و خیلی اینا خودش خیلی قیمتی هم هست حسیر. ایوان حالا جالبه این بارون زد مثلا یکم باد می اومد تو بارون. ایوان این پشتش چیه؟ داریم سرویس پزشکی در میاری تو ولی کلا مستر رو کنیم. این هم یه سری توضیحات هم که هرکی اومد بخوندش. این حسیرها گفتی که
جوریه که حتی بارون و این همه راه رفتن و این داستانا هیچ اتفاقی براش نیفتاد. این دقیقاً از همون جنس سخت خیلی محکمه. چرا میپوسته؟ سر چیز میپوسته اینا. ولی من فکر نمی‌کردم اینقدر خوب باشه. من اصلا بارون زیاد اینا دوچار پوسیدگی میشه. یه بالا. چه حسال خوبی اینجا داره. ببخشید این سرویس بهداشتی سقفشو با چوب چوب پاک کرده فکر کنم نوع معماری چوب برای خب. کوهستان برای گیلان برای آها آره استفاده نمی‌شده توی تو کوه توی جلگه که ما الان هستیم استفاده نمی‌شده ببین چون جلگه رطوبت زیاده من فکر میکنم که اینجا زیباترین دستروی جهان باشه ببین چشم انداز خداییش راهش از اینجاست یعنی طبقه پایین که میری میری تو دستروی آره این چوب چون که رطوبت میگیره ما فقط برای نما این استفاده کردیم چون رطوبت میگیره نیست جالب راجع به این سقف بگم خب این گالیه که میبینی رو سقف نگاه کنی من رو دوربین نشون بدم اوکی. یه تیر عمودی داره آره. خب حالا همونجا نگه دار آه. یه تیر افقی داره خب که اینا به هم وصل میشن آره. که این گالیا میاد روی تیر افقی اینجوری میاد میخگیرتش اتصال تیر عمودی و افقی با اینجور به هم وصل بشن دیگه خب ما اینا رو میخی استفاده نکردیم دادیم ایوان چند تا خانم موسیم و اینها یه تنابی بافتن اینجا ما بهش میگیم ویریس نگاه کن تنابا رو تیر افقی و عمودی رو بافتیم به هم اینجا همین تنابی که آره دورش یعنی چی این یعنی چی یعنی اینکه تو این سقف به این بزرگی می خیلی کم استفاده شده سقف نگاه کن ایوه اینا سقف خیلی خوبه خیلی قشنگه خیلی کار ارزنده ایه ایوه و غیر از اون سقف هر اتاق هم یه سقف خودش داره این سقف کلی چتر کل است اونم کلبه قدیمی نگاه بکنید چطور این خزه ها اینا روش رشد کردن چه قشنگ نایلون بخاطر اینکه ما دو ماه سال بهمن و اسفند نایلون رو میزنیم چون اینجا بارون کج داریم اگه نزنیم تا وسط خونه بارون میاد اونجا هم چه حالی دارم میکنم پرنده ها چه تالاب بزرگی دارید حتی تو حیات خودتون سپه در مورد خودت چند سال تو کار تورلیدری بودی؟ من از سال 85 به صورت غیر حرفه‌ای از سال 88 به صورت حرفه‌ای ارکالا حرفه‌ای یعنی که توی آژانس و قانونی و کارت دار و این مدلی و اینم بگم که ما از با سپر پیش از اینکه اینجا احداث بشه توی تور لیدریش در واقع باش آشنا بودم و اینکه خیلی هم کار خفن و تور خفنی بود هنوز دارم میگم که بهترین تور آوردی مخلصه یعنی تا به امروز بهترین تور بودی برای من مخلصه و فکر کنید وقتی یه تور لیدر بیاد اقامتگاه بومگردی بزنه تور لیدری که کلی کشورهای جهان رفته باشه کلی بومگردی های ایران رفته باشه کلی مسافرها خلقوها خوها دیده باشه بعد بیاد حالا بومگردی بزنه چه شود و واقعا چه شده نه نمیریم الان میریم واو چه ویوی، چه تراسی ببین، سپر، واقعا ازت ممنونیم که حال همه رو دارید با این کارتون خوش میکنید ببین این اتاق با این چشم انداز الان شما توی اتاقید و فکر کنید اینجوری پنجره رو باز میکنید صبح اینجوری از خواب بیدار میشید و همینجوری هم شد برای ما هر روز صبح اینجوری داریم از خواب بیدار میشه چه خفن خیلی خوبه دست شما در نکنه دست شما در نکنه
اینجا تابستون کلن دیگه سرسبز اطراف نه؟ شالیزارا تقریبا از هفته آخر فروردین یا هفته اول اردیبهشت یا هفته دوم اردیبهشت بستگی داره که آب سفیدرود رو کی باز بکنن. آب میذارن و کشاورزی برنج شروع میشه اینجا. از وقتی که میکارن 100 روز تقریبا طول میکشه تا برنج به محصول برسه. ایوان. به محصول نهایی برسه. اینه که خیلی سرسبزه دیگه. اینجا مثلا توی مرداد که اینجا شما نشستی خب همینجا شما فهم میکنی انگاری وسط قابلمه ای اینقدر بوی برنج میاد. ای جان دم میکشی گرمه هم بوی برنج فهم میکنی وسط قابلمه ای خیلی باحاله. الان صبحونه داریم با طعم کارامل. کارامل کارامل جونم خوشگلم من گریو دوست دارم دوست دارم. صبحونه خوردی؟ بیا بیا صبحونه بدم. اینجا صبحونه نهار شام میومده همه چیز خیلی خدا قوت علی آقا بارسه شکل خیلی حرفه‌ای و متنوع و هیجان انگیزه. صبحونه به این ترتیب و نون و حتی این خدمات همیشه هست. اینجا نونتون میتونی گرم بکنی. بهترین خورشت مرغ خورشت مالکیت سبر گفتم شب یه شام داریم که تو زندگیمون تا حالا تجربه نکردیم. حالا که اصلا تو گوشتیم حالا خیلی مالا باید کاش میشد بوشم شد. اونجوری که تو خورد میکنی خورد کردنش راحت‌تره. آره. ولی اینجوری خوشمزه‌تره. سپر هاشم زاده. بگو آقا این چی بود آخرش که میخوای الان به خورد ما بدی؟ بالو بازوه که با مثل مواد ویژه‌ای مرینیت شده. چی شده؟ مرینیت. اسراف نکنید امام خمینی.